دوستونی کلی توجکستان خبر داد که در شهر خوجند یک جیمبرور 68 ساله با اتهام بدخلقی شوانی دستگیر شده است خودی دستگیر شده یا نزدیکانش برای شهر مستقیم ماجرا دسترس نیستند ولی بنا به رسمی دوستونی ولایت سوخت روز 25 اکتبر سال 2023 نسبت به نبیف عبدولی سال تولدش 1955 بر اساس قسم اول ماده 142 الوه 1 کدکس جنایی توجکستان با ایتیام حرکت های خصوصیت های شعبانی داشته یا حرکت های بد اخلاقانه با استفاده از اسیات و باوری دینی دیده صادر شده است پرونده جنوتی کشوده است دوستانی کل در شهر پرونده گفت نبیف عبدوالی که نه تحصیلات دینی و نه طبی دارد خود را در بین مردم هم چون ملو و طبیب معرفی کرده در منزل استقامتیش واقع در شهر خوجان محله دوازده ک جمله زنان را قبول نموده با روی دوخونی ماس بدن، تشت ابن و دیگر روحا گوی آنها رو تبوبت و جن جنها رو از بدنشان دور میکرده است. چنانچه پنجم اکتبر سال 2023 به او برای تبابت درد سر ساکن شهر خودجان شهروند ام که ویلدار می باشد مراجعت نموده است. نبیف او را دوخونی نموده برای این عملش پنجه سومونی گرفته با مقصد با استفاده از اسیاد و باوری دینی نوم برده قونه نمودن نفس شعبانی خود او را باور کنند است که جین دارد و تکلیف نمود است که جین بروری کند شهروند ام از مقصدهای نوپوک و جنوید نبیف به خبر به این تکلیف او روزی شده 13 اکتبر سال 2023 اشای فرموده او را به خود گرفته باز به با منزل نوم برده اومده است نبیف در تنهایی با بهانه برآوردن جین از بدن او او را دوخونی نموده در رفتی آن نسبت او های بداخلاقانه انجام داده باز 50 سومونی مزد گرفته است به گفته تفتی شد چون این عمل های نبیف نسبت به شهروند ام این چون این اجدام اکتبر سال 2023 در منزل استقامتیش انجام داده شد باز از او گرفته است و با مقصد انجام دادن نیت بدش پیشنیاد کرده است که تبابت رو در منزل شهروند ام ادامه دهد با این مقصد 23 اکتبر سال 2023 او به منزل اجاروی شهروند ام واقع در شهر خوجند اومده با بهانه برآوردن جین او را دوخونی نموده در رفت آن با سوء استفاده از سیاد و باوری دینی شروند ام نسبت به او حرکت های خصوصیت شوانی داشته انجام داده نفس شوانی خود را قانی نموده است در نتیجه گذراندن چوره های اپراتیوی جستجوی نبیف در جای دست دستگیر کرده شد گفته می شود در ایتالیای دوستانی کل تفتیشات پیشکی این پرونده جنایی ادامه دارد به نبیف عبدولی بر اساس قسم یکم ماده 142 الوه یک همچون جزا از 3 تا 7 سال زندان تهدید می کند